خب الان میرسیم به بخش دهم این مسابقه آقای سلشکر منصور قدم. این دیگه الان در بحبوه جریانات انقلاب ایرانه، اون چند ماهی که مونده بود و منجر میشه به انقلاب. ایشون همونطوری که گفتم یه بحثایی رو شروع میکنه که این بحثا خیلی جالبه، در مورد عمرای ارتش و اومدن هایزر به ایران، جنرال هایزر معاون ناتو یا فرمانده ناتو اروپا به ایران و ملاقاتش با افسران یعنی با عمرای ارتش ایران که منجر میشه به امضا کردن به نوعی اون به اصطلاح جمعی که اونجا بودن به عنوان حالا همبستگی ارتش با مردم یا اسمای دیگه براش هم گذاشتن. ایشون اشاره‌ای به اون ترتیب به اونجا میکنه و اینا هم باز خیلی مهمه. مثلا میگه که ما نمیتوانیم در اتاقهای دربسته رفته باشیم و ببینیم که واقعا با اون جنرال آمریکایی که آمد به ایران به این افسرها چی گفته. ولی یه نمونه شو من از برادر سرتیپ جواد معین‌زاده شنیدم که اون هم خودش تا درجه سرگردی توی نیروی دریایی و ساواک بود و در لبنان هم یه مدتی به عنوان وابسته نظامی خدمت میکرد به نام هوشنگ معین‌زاده. ایشون یه تیکه راجبه این که از برادرش شنیده بود گفته، من شاید دو سه بار در این برنامه هم در طول این سالها اشاره کرده باشم. هایزر میاد یه ساختمونی بوده پشت ستاد ارتش، ستاد بزرگ ارتشداران چاره قصر، که از ساختمونهای امن بسیار نهادهای امنیتی بوده، مال اداره دوم اینا بوده، اونجا ساختمون امن داشتن دیگه، به هر حال مثل ساواک هم که داشت، مثل جمهوری اسلامی هم که صدها برابر اونا داره. اونجا این عمره ارتش یکی یکی میرفتن، اونم فاصله 2 دقیقه 3 دقیقه، یعنی طرف میرفت تو دوباره برمیگشت بیرون. اون هایزر نشسته بود و با مترجمش و اینا رو یکی یکی میخواستن و میگفتن که آقا میومد اوضاع اینه، شاه رفتنیه، شما باید از حکومت خمینی پشتیبانی کنید و دستم کودتایی بساطی را نندازید. تموشت، همین بوده. و اونها میدونستن که دستور از بالاست و حتی خود شاه مملکت هم ناچار اطاعت بکنه. یکیش که میگه خیلی جالبه در مورد همین خسروداد میگه، که اینجا میگه که این خسروداد آدم مستقلی بود، حتی فکر کودتا به سرش زده بود، با سپهبد رحیمی با هم نزدیک بودن، با هم صحبت کردن، ولی خود رحیمی نیروی نداشت، برای اینکه رحیمی جانشین گارد شاهنشاهی بود ولی فرماندار نظامی بود و اون نیرو هم که فرماندار نظامی بودن مال این نبودن، فرماندهیشون به اصطلاح فرماندار نظامی بود، اینا رو مدیریت میکرد و او هم جز افسرهای غیر وابسته بودن به باند و جناحی بستگی نداشت. این خب این باند و جناح همیشه هست در همه، شما تو آمریکا هم که الان بری این باندهایی که در گروه های در وزارت دفاع و غیره هستن اینا وجود دارن، در همه کشور همینه. و میگفت خسروداد ازش بر میومد، چون اینطوری هم که میگه تماس گرفته بود با مصر و تلفونچیشون رو طبق معمول که در اونجا آقای احمدعلی انصاری هم قبلا گفته بود در موردش بحث کردیم به شهبانو وصل میکرد و شهبانو هم به قول بچه ها از طرف میزد، از طرف میگفتش که بله اعلیحضرت گفتن اینطور یا اونطور. نه شاه هم خبر نداشت تا روزی که از احمدعلی انصاری میپرسه که کسی از ایران با من تماس نمیگیره، میگه نمیدونم، میگه برو بپرس. ایشون هم میره پلوی تلفنچی اون کاخی که شاه اونجا اقامت داشت در مراکش میپرسه، میگه چرا زنگ میزنم، منم میدم به شهبانو. و بعد میفهمن که شهبانو به دلیل اینکه نمیخواست اوقات اعلی حضرت تلخ بشه یا ایشون بیمار بوده، رعایت بیماری ایشون رو میکرده، این اخبار و این اطلاعات رو به شاه هم نمیداده و میدونسته که دیگه کار تمومه. اینجا صحبت از همون میکنه. حالا
در یه جلسه سرلشکر خسروداد میاد. خسروداد خب زبان انگلیسیش خوب بود، فرانسه هم درس مونده بود، بلد بود، نیازی به مترجم نداشت. میره تو اتاق که هایزر نشسته بود، به دو دقیقه بعد میاد بیرون و همینطوره خیلی پریشون حال بوده. ساعتی جواد معین‌زاده که آخرین سمتش رئیس ضد اطلاعات نیرو زمینی بوده و داشته این برنامه رو مدیریت و برگزار میکرده که اینا بیان به نوبت برن، به خسروداد میگه که تیمسار چی شد چه خبر؟ اونم همینطوری که سرش به هوا بود میگه هیچ، تموم شد تموم شد تموم شد. و دو سه بار میگه تموم شد تموم شد، میاد میره بیرون، دیگه اصلا وای نمیشه با این حرف بزنه. و این خودش نشون دهنده اینه که اون هایزر به اینا گفته بود که تموم شد دیگه، تموم شد، حکومت عوض میشه. و حالا خیلی جالبه که اینجور آدم ها اونجا با اینی که میدونستن تموم شده، ولی شاید فکر میکردن که آمریکایی از اینا یه تضمینی مثلا شاید داشته باشن که خب اینا رو کاری نکنه. خب تمام اینا هم که در اون اغلبشون که در اون اعلامیه همبستگی ارتش رو امضا کردن، هر کدومشون گرفتن اعدام کردن مگر کسایی که فرار کردن. و متاسفانه باز قدر خوب میگه، ولی اینکه قدر یه افسر سیاسی بوده، تجربه سیاسی داشته. مثلا یه ارتباطشو از چیز میگه، با سپهبد ربیعی فرمانده نیروی زمینی. قدر چون مهندسی شیمی خونده بود، از اول کارش هم وقتی شروع کرده تو دانشکده افسری استاد شیمی بوده. همین آقای سپهبد ربیعی از شاگردای قدر بوده. میگه یه دفعه که همین سر جریاناتی که بحث شد و انقلاب و اینا، میگه همه ما رو خواستن و ایشون هم که سفیر بود اومد ایران، در یه جلسه شرکت کرد که راجع به همین مسائل انقلاب و اینها داشت میشد. و اونجا چشش میفته به ربیعی ولی نمیشناسش، چون دیگه بعد از دانشکده افسری تو این حال سپه بود شده فهمیدی ربیعی، نمیدونه، ندیده بودش. ربیعی میاد با اینو جلو سلام علیک میکنه و میگه که تیمسار من یادتون میاد من فلانم. میگه نه، میگه من آخه شاگرد شما بودم تو دانشکده افسری و اینا. شما، من دو تا ایراد دارم به شما. شما یه بار نمره شیمی به من 8 دادید، یه بارم میگه که هواپیمای ما وقتی که اومد لبنان که اون دار دسته رو همین چند وقتی پیش مثلا همین امیر انتظام و دار دسته مسلمونا و جبهه ملی هایی که اومده بودن آموزش های چریکی ببینن و پول و اسناد و اینها رو عمر داشت، همه شون هم اومدن تو حکومت جمهوری اسلامی، اون اوائل خیلی جلوم میدادن. بعد میگه که شما هواپیمای ما رو فرستادی اسرائیل، نذاشتی تو لبنان بمونه و اینها. و این نشون دهنده سطحی بودن یه سپهبد ارتش ایران، افسر نیرو هوایی. به قول این راست میگه، میگه که خب این ممکنه خلبان خوبی بود، ولی از نظر سیاست اینا چیزی سرشون نمیشد. که در کتاب پاسخ به تاریخ شاه هم در مورد ربیعی نوشته، شاه میگه که ربیعی در دادگاه گفتش که آمریکایی‌ها دوم شاه رو گرفتن مثل موش انداختنش بیرون. خود شاه اینو می نویسه و میگه که به ربیعه گفتم که اولا نمره شیمی 8 شدی حقت بوده، حالا تو نگاه کن این طرف 30 سال به دل گرفته که این نمره شیمیش داده 8. دانشکده افسری مثل بقیه دانشکده و دانشگاه و روابط نبود، اونجا انضباط ارتشی بود، مثل خیلی هم سخت می گرفتن. یعنی واقعا درسای علمی که میدادن، من خودم هم اونجا گذروندم 3 سال دانشگاه افسری، رحمی به کسی نمیکردن. و اگر کسی قبولم نمیشد 1 سال درجه عقب میافتن، یعنی باید دوباره درجه میزد سال اول دوم یا سوم. خب این در طول خدمتش 1 سال درجه عقب میافتن، مهم بود. حالا و میگه که میگه بهش گفتم عرض حسابی هواپیمای شما رو که فرستادم اسرائیل، شبا بره فرودگاه اسرائیل بمونه، روزا بیاد لبنان، به خاطر امنیتش بود، وگرنه این هواپیما شما میدونی گروه های مختلف چریکی در لبنان میومدن منفجرش میکردن. یعنی میگو فکر این آدم این بود. خب بعدش هم گفت بله اعلیحضرت رو دومش گرفتن مثل موش انداختن بیرون. شما نگاه کنید ما این مشکلات هم داشتیم. یا در مورد همین سپهبد محققی که از درجه سرهنگی اینها رو آقای فردوس
آماده کرده بود یه سری افسرهای کری، آخه توی ساواک هم خدمت میکرد، محققی میرفت تو ارتش بود و ساواک هم مدتی بود، میفرستش به ژاندارمری. این یه نسبت همدهاتی هم نزدیک با اویسی بود، اویسی هم اون سر به قول من طرف قوم و کاشون اینا اون طرف ها بودن، دوستا دهات بودن، اویسی مال این دهات بود، اون یکی مال اون دهات بود، این مال دهاتی بود به نام بادرود یا به قول معروف میکنن باد روده. این آقا خیلی نزدیک بود به اویسی، یعنی یه جورایی چاپلوس اویسی بود، اویسی اینو میکشوندش با خودش از جا میرفت. بعدم ژاندارمری وقتی اویسی اومد شو فهم نیرو زمینی، ژاندارمری رو مثلا به شاه اینو معرفی کرد، شاه اینو کردش فرمانده ژاندارمری. آخه شما بعد جالب اینه که اینها ارتباط داشتند با خمینی، یعنی با خود خمینی که آدم حساب نمی کرد اینا رو، با عوامل خمینی، و ایشون جزء امنیت هم بود به خاطر اینکه ژاندارمری و شهربانی و ساواک و ارتش و اینها جزء اون شورای امنیت بودن، که حتی این آقای بختیار هم که نخست وزیر شده این بیچاره هم نمیشناخت این داستان رو. تیمسال جم در خاطراتش میگه یه ایرادی میگه رفتم دفتر بختیار دیدم نشسته 3 4 5 تا تلفن گذاشته جلوش، هی اینو برمی‌داره، هی اون مثل تلفن چی، بعد از این ور زنگ میزنن میگه بهش گفتم آقای نخست وزیر کار شما این نیست، دوشین اینجا از صبح تا شب تلفن جواب بده، اون وزیرات هم که راه نمیدن توی وزارت خونه، همه نشستن اونجا چای میخورن و قهوه میخورن و سیگار میکشن، کار شما این نیست. میگه آره فرمانده های ارتش، خب 12 تا فرمانده نظامی بود، هر کدومشون عادت داشتن ارتشی ها، این ارتشی ارتشی سیاسی نبودن که چشم و گوش بسته و فرمان بردار زنگ بزن قربان، دو نفر اونجا شروع کردن از مثلا از خراسان، آدم خب این که وظیفه تو نیست که، مشخص بشه این کارا. حالا میگه که آخه مگه میشه که یه افسری رو شاه بکنه فرمانده ژاندارمری، خمینی هم که بیاد سر کار اینو بذارش فرمانده ژاندارم، حکم بش بده رو حکم شاه، یا مقدم شاه بکنش رئیس ساواک در دوران بازرگان، یعنی وقتی خمینی اومد اونم بکنش وزیر امنیت کشور. و اشاره خوبی میکنه اینجا، اشاره میکنه که فردوس فهمید که، چون فردوس با اینا کار میکرد با رژیم جمهوری اسلامی، و این افسرهایی هم که با فردوس بودن تقریبا همشون با جمهوری اسلامی کار کردن، پشت پرده است اینا. نمونهش میگم سرتیپ داوود خاتمی فرمانده ضد اطلاعات ارتش، این دیگه جانشینش به من گفت سر خیلتاش که استاد منم بود و فرمانده ما هم بود در اطلاعات گارد. خب همه داشتن کار میکردن. حالا ایشون میگه که فردوس وقتی فهمید که این یارو دماغش رفته بالا و فکر کرده کاری شده، هم این رئیس ساواکش کرده بود، هم دوران با خودش دیگه ارتباط با داردست خمینی برقرار کرده بود، شده بود وزیر امنیت میخواست بشه، خیالش راحت داشت تو کرج، بالای کرج و اونجا ویلا میساخت، میرن اونجا میگیرنش میارنش اعدامش میکنن. بهش ضمانت نامه داده بودن، چی میگن از این چیزایی که اسلامی ها میدن به قول معروف امنیت داشته باشه، گوشه تو جیبش، اونم در میاره که بابا من امام گفت و اینا، میگن امام غلط کرد، میبرن تیربارانش میکنن. این میگه که این توطئه فردوس بوده، و اگر این توطئه فردوس بوده خوب کاری کرده، برای اینکه فردوس به اینا گفت آقا اینو ولش نکنید، این الان این آدم حقوقبازیه و جاه طلبه، مراقب باشید این آخرش کودتا میکنه. میان ترتیب اونه میدن، اما خود آخونده ببین چه زرنگ تر بودن، ترتیب خود فردوستم میدن که دیگه اینم نمونه. این شکل این داستانی که داره میگه، مثلا میگه آخو من نمیتونم باور کنم که یه فرمونده اشارهش به همین محققیه، احمد علی محققی، این یه پسر این همدوره من بود و دوست من بود در دانشکده افسری، بعد به یه دلیلی آره یه بی‌انضباطی کرد تو دانشکده افسری، نیوردنش گارد، وگرنه این از قبلم همیشه خودش هم میگفت که من در گارد باید بیام خدمت کنم، نیوردنش. حالا
کاری نداریم کلا. ایشون میشناختمش، ایشون میگه که آخه نمیشه که یه نفر واحدش رو برداره ببره توی سربازخونه بشینه اونجا. خودشون هم میگفت از در میومدن و میرفتن با لباس شخصی میومدن از ترس مردم که نگیرن بزننشون، مثل سرلشکر لطیفی بیچاره رو تر میدون 24 اسفند رئیس آجدانی ژاندارمری بود، اونم سرتیپ بود، فرمانده دانشکده افسری بود، یه سال سه بودم من اونجا این فرمانده ما بود. خب اینا رو میشناختم از دیک. این زدنش مردم با چاقو زده بودنش، اصلا گفتن کشته شد که حالا بعد فهمیدیم زنده موند و همین 2 سال پیش کشت مرد در تهران، سنش هم بالا بود. خب میگه نمیشه که فرمانده ببره نیروش بذاره تو اونجا بعدم تصمیم بفرما بیا بگیر. خب میگه برای 2 نفر خمینی حکم صادر کرد، یکیش محققی بود که منصوبش کرد فرمانده ژاندارمری، یکی هم مقدم بود که وزیر اطلاعات می‌خواست اصلا وزارت اطلاعات بشه. شما اینا رو داره اشاره میکنه و اونجایی که اون آمریکایی عرض کردم که گفته بود ما اگه هر کسی رو پیدا کنیم که چیز باشه ما موقعیتش یعنی مناسب باشه برای سیاست آمریکا فوری میذاریم سر جای شاه. و صحبت میکنه مثلا از یه افسری به نام سرلشکر بود، من یادم آخه این یه زمان ناظم، این البته پیش از اینه که من برم وارد ارتشم، ناظم است که فرمانده دانشکده افسری بود، یکی از افسرهای وابسته به تیمسار ارتش بود، فریدون جم بود، جم خیلی هواینه داشت. این هم یه آذری ترک به قول این نوشته از اون بیلمزا بود، از اون عمرای بیلمز بود، یعنی میره مثل که در یک رئیس اداره عملیات ارتش بوده، در یک گفتگوی که با شاه شرفیاب میشه میگه که قربان این یه ارتش واکسی است. شما میگه یعنی چی؟ میگه مثل چکمه که واکس میزنن، یه ارتش هم زرق و برق داره، شما به من اجازه بدید من با 12 تا استوار میرم به اصطلاح اون موقع سپاه غرب رو در غرب ایران خل اسلام کنم با 12 تا استوار. شما هم میگه این دیوونه شده بازنشستش کنید بره. یه مقدار در مورد این عمرا صبر میگه و بعد به مقدم میگه مقدم از سطفان دومی زیر دست من بود، خوب رویش را میشناختم، آدم جاه طلب بسیار زیرکی بود، من فکر میکنم از این فرصت میخواست مثل کشوری دیگر که رژیم ها را ساقط کرده بودن استفاده کند. و این مسائل است که گوش کنید، خیلی جالبه این برنامه آقای قدر رو، یکی از بهترین برنامه ها در این مصاحباتی که مصاحبه هایی که با این عمرای ارتش میکنن، حدود 99 یا 100 تا مصاحبه بوده با نظامی ها و سیاسیون و کسایی که در مدیریت های به اصطلاح دوران شاه بودن، آدم های صاحب نظری. این یکی از مصاحبه جالب است که من پیشنهاد کردم که اینو بررسی بکنیم، به خاطر اینکه خیلی مستقیم مربوط میشه به انقلاب 57. به هر حال امیدوارم ازش استفاده بکنیم. این بازجویی هایی که تحریک کننده است، مردم رو به حرکت میاره، چه کلایی سرمون رفته، چه سوء استفاده هایی کردن، چه کارهایی کردن، اینا این عمل آرام کننده نبود، عمل تحریک کننده بود. این یک. دوم این که قره‌باغی که خیانت کرد، خب این دست نشونده اون بود، من اینو میدونستم. نه قره‌باغ دست نشونده فردوس بود، چون این خیلی مثال جالبی است در ارتباط با صحبت هم کردیم و آگاهی همه جانبه که شما به مسائل اون زمان دارید. قره‌باغی خودش، این کتاب قره‌باغی شما دیدین؟ بله بله. قره‌باغی خب آشکارا نمیگه که خیانت کرده، در واقع داره میگه که من نهایت کوششم کردم ولی شرایط طوری بود که ارتش به کلی به هم خورده بود. روی چه اساسی؟ روی چه اساسی آدم میتونه فرض بکنه که قره‌باغی ممکن خیانت کرده باشه؟ عرض کنم به حضورتون که ملاحظه فرمایید، اگر یک افسری
یک کاری ازش ساخته نباشه باید صراحتا بگه این کار از من ساخته نیست و بایستی نحوه شخص دیگری باید این عمل رو بکنه و اگر این کار رو کرد با تمجمج رو عرض کنم که دست به هم ماریدن و فرصتهای طلایی رو از دست داد این خیانت به نظر من. حالا این ممکنه یا در اثر ندانم کاری سهل انگاری بی ارزگی باشه یا در اثر توصیه باشه. این نمیشه، ما نمیتونیم تو اتاقای دربسته رفته باشیم ببینیم که آیا واقعا به جنرالی که آمد امریکایی به ایران به ایشون گفته نکنن یا این که مخصوصا این کار بکنن یا این در اثر سهل انگاری خودشه. کسانی که در اون جلسه نهایی چیز بودند، جنرال هایی که عمرای ارتش که در اون بحثی بودن، یکشون اینجا حالا دوست بنده است، اینجا محققی اینجاست که رئیس ژاندارمری و مدت رئیس ژاندارمری چیز شد. خب این میگه که ما رو در عمل عمل انجام شده گذاشتن، یعنی به ما گفتن که همه چیز تمامه، این طور باید بشه، به ما تفهیم کردن که این طور باید بشه، ما امضا کردیم. گونه که قابل قبول نیست، ولی از گفته های این اشخاص میشه استنباط کرد که یک عاملی پشت سر اینها بوده. اون عامل کی و چه شخصی بوده، چه فردی بوده، چه جوری به قره‌باغی گفته، چطوری قره‌باغی این رو دیکته کرده به دیگران و به دیگران قبولونده که این طور باید باشه، این مبهمه، روشن نیست، ولی مسلمه که این وسط یه خیانتی شده. حالا این خیانت یا در اثر بی ارزیگی و عدم لیاقت بوده یا در اثر این که توصیه شده که به این نحو باید ببرید چلو. و اون کسانی هم که ظاهرا توصیه کرده بودن که اگر امریکایی ها باشن، اونها نمیخواستن این طور بشه، اونها در فکر آوردن جبهه ملی بودن ظاهرا و فکر کردن که به این وسیله میاد آخوندها رو میفرستن میرن سر کار، هم جلوی کمونیسم وسیله قدرت مذهبی گرفته میشه و هم مردم با اینکه جبهه ملی میاد سر کار آرام میشن. شاید ظاهرا اونا اینطور میخواستن بشه، ولی اون چیزی که مسلمه به نام یه عده افسر ارتش که جمع شدن اونجا، اون جلسه من اسمش میذارم یه جلسه خائنانه. حالا این خیانت در اثر عرض کردم عدم لیاقت بوده یا در اثر توصیه و تکلیف کردن بهشون بوده. و پس باز این رو روشن بکنیم، برای اینکه میگم وقتی که کسی با آگاهی شما حرف میزنه، حرفا میتونه حجت باشه. یعنی شما نمیتونید با ایمان بگید اینجا که همون جلسه آخر بر مبنای یک توطئه قبلی به اون طریق تشکیل شده و تصمیماتی گرفته شده بر اون اساس گرفته شده. به طور قطع و یقین تماس‌های بین بعضی از این آقایون و روحانیون جبهه ملی اینا بوده، برای اینکه یزدی در کتابش اعتراف کرده، بازرگان در کتابش اعتراف کرده که وقتی به اون مقامات امریکایی گفتن که ما میگیم، امریکایی‌ها گفتن ما میگیم دستگاه ارتش نظامی ها اقدامی نکنن، ها گفتن ما خودمون ارتباط میگیریم بهشون میگیم، پس بنابراین ارتباطی بوده. عرض کردم قبلا راجع به مقدم، برای من مسلمه مقدم در دستگاه خیانت میکرد، برای اینکه احضار مطلب این در نه نفر گزارشاتی که برز اعلیحضرت نمیرسی، اینا بایستی یه عاملی پشت سرش باشه، یه دلیلی داره که این کار رو میکنه، پس این دلیل جز خیانت چیز دیگری نمیتونسته باشه. پس بنابراین قره‌باغی که به نحوی ارتباط داشت، برای اینکه اون وقت مطلب دیگری که ما میتونیم بهش استناد بکنیم این است که اینها که همه رو گرفتن اعدام کردن، چطور فردوست که همه کاره ساواک بود، مدت ها همه کاره دفتر ویژه بود، چطور اعدام نشد؟ قره‌باغی چطور اعدام نشد؟ و دیگران چه مدتی شغل گرفتن رفتن سر کار که بعد به تحریک فردوس یا حالا شاید
نظر من غلط باشه، خدا آخونده تصمیم گرفته باشن بیاد دشمن گرفتن کشه، دشمن فرار کردن، آخوندام از اشخاص استفاده کردن، چه از جبهه ملی، چه از نمیدونم اشخاص بی‌طرف، چه از عمرای ارتش استفاده کردن، آمدن جاده رو براشون کوبیدن، اینا رو آوردن سر کار، وقتی آوردن سر کار اینا دونه دونه انداختن بیرون، اهم از این که طرفدارای خودشون هم بودن از قبیل آقای نزی و فلان و بنابراین نمیشه دقیقا گفتش که اینها نوع خیانتشون چی بوده چون ما اطلاعی نداریم، ولی از ظواهر امر، از نتیجه کار میشه روشنه فهمید، به طور آشکار فهمید که اون جلسه لااقل یه عده‌ای تو اون جلسه میدونستن که چی کار دارن میکنن و کردن و چرا کردن در ارتباطشون بوده، و الا هیچ نظامی نمیتونه به خودش اجازه بده که واحدش رو ببره در یه محوطه سربسته‌ای بلا دفاع بمونه که وقتی بیان تسلیم بشه، مگر اینکه نظامی ساخت پاخت کرده باشه. هر کدوم از این نظامی هایی که پادگاناشون رو تسلیم کردن، چه نیروی زمینی چه ارز نیروی، البته من تا در مورد این افسری که اینجا هست رئیس ژاندارمری شد، اون که نمیتونم 100% قبول بکنم این هم جزو عناصر پاکون از ده بوده، برای اینکه اونها انتخابش کردن رئیس ژاندارمری، خمینی انتخابش کرد رئیس ژاندارمری شد بعد از انقلاب و موند، یعنی در سمتی که اعلی حضرت بهش داده بود تثبیتش کرد خمینی، مدتی مقدم رو رئیس اداره دوم و رئیس سواکش کرد. پس این عوامل ارتباطاتی داشتن که اینها بست مزدشونه گرفتن، ولی یه عده‌ای هم بودن که واقعا بی اطلاع بودن، اینها در یه مسیری برده شدن که از محدود بودن طرز فکرشون ناشی شده، از قبیل فرمانده نیروی هوایی رفیعی به طور قطع خیانت نکرده، ربیعی به طور قطع خیانت نکرده، ولی ربیعی خب شاگرد من بود دیگه، وقت دانشکده افسری بودم شاگرد من بود و من فرماندهشون افسرش بودم، اولین برخوردی که بعد از زمان دانشجویی باش کردم، اولین برخورد درجه سپهبدی بود، روزی که افغانستان کودتای کمونیستی شده بود همه را احضار کردن، از جمله هم بنده یکی از سفرهایی بودم که از خاصه بودم، اونجا دیدم و من نشناختمش، دارم یه سپهبد نیروی هوایی اینجا نشسته، بعد گفتش که من تیمسار از شما گله دارم، گفتم جناب من شما نمیشناسم، گفت من سپهبد رویه هستم، گفتم بله ولی خب من شما رو قبلا ندیدم، گفت من شاگرد شما بودم، شما سر دانشگاه دستایی از شیمی من نمره 8 دادید، گفتم آقا گلتون اینه، گفت یکیش اینه، گفتم دومیش چیه، گفت دومیش این است که هواپیمایی که ما برای سازمان ملل فرستاده بودیم به بیروت شما اینو گفتید بره به اسرائیل، گفتم اولیش که نمره 8 حقتون بوده، دومیش هم اینیست که اگه هواپیماتون اونجا میموند فلسطینی‌ها منفجر میکردن، این هواپیما امرور بود با بین سازمان ملل که در دفتر در تلاویف داشت، گفت عوض که تو شب اینجا بمونی، شبا اینجا بخوابی و در مورد خطر باشی، روز بیا کاراتو بکن شب برو اونجا بخواب، فکر نمیکنم کار غلطی بوده، و منظور اینست که آدم خیلی از نظر سیاسی خیلی سطحی بود، درست ممکنه افسر خلبان خیلی خوب بوده باشه ولی آگاه به مسائل نبود، کسی نبود که در این همچی جلسه بتونه بیاد بشینه واقعا بفهمه داره چی کار میکنه، همسال اینها بودن توی اون جلسه، یا مثلا یکی از افسرانی که اونجا امضا کرده حاتم بود، سپهبد حاتم، افسر فوق‌العاده دانشمند، فوق‌العاده فهمیده، و این هیچ هم من نمیتونم بهش 1% احتمال خیانت بدم، جز این که این بگم بهش تفهیم کرده بودن که اینطور باید بشه، اینطور میخوان بشه، یا اینی که احیانا اینقدر صبر کرده بودند و شرایط طوری شده بود که راه چاره دیگه نداشتن،
حالا علت اینه که حرفو میزنم که این سوال رو میخوام بکنم، همین کتاب معلقی که اینجا شما ازشون نام بردید برام باش صحبت کردم، این حرف رو میزنه، حرف رو میزنه که ما رفتیم اونجا و استنباط مهم بود که شب باید که کودتا میشده تمام اینها، ولی طوری جلسه گشت که اصلا این مسئله پیش نیامد. اما در همون حال خودش میگه که شرایط ژاندارمری آنقدر خراب شده بود که اینا اولا مجبور بودند که با لباس شخصی بیان بیرون، آیا میدستن لباس نظام شخصی بود و بنابراین به نظر نمیرسید که مثلا ژاندارمری به عنوان یک عامل این قابلیت رو داشت در اون زمان که عمل خاصی انجام بده. از طرف دیگه قرباقی، حالا من چقدر درست یاد کردم، من فقط استناد به کتابش میگم چون که من ندیدمش، میگوید که در اون جلسه هیچ کس صحبت از اینی که کودتا بکنیم یا نکنیم اینها نکرد، بلکه که خارج از امکانات میگوید صحبت از این جهت بود که یا بایستی به خمینی پیوست یا بایستی که اعلام بیطرفی کرد و میگوید که هم تیمسار خاتم کمجور میتنمید افسر بسیار آگاه و فهمیده‌ای بود، او جمع‌بندی کرد تمام این جریانات رو که بر اساس اون به اصطلاح این تصمیم گرفته بشه. اینه که من خودم حقیقتا اصلا نمیدونم که این چطوری میشه، به همین دلیل یه کمی دارم رو این تاکید میکنم که شاید شما بتونید یه کمی روشن‌تر بکنید مثلا. و عرضم به حضورتون که همونطور که جناب عالی فرمودید، خب اوضاع خیلی از هم پاشیده بود ولی واحدهایی بودند که هنوز منظم بودن. اگر می‌خواستن، ما در اون شرایط احتیاج به ژاندارمری نداشتیم، برای اینکه ژاندارمری که خارج از تهران بود، هر حادثه‌ای هم می‌خواست اتفاق بیفته در تهران می‌افتاد، بنابراین می‌بایستی واحدهای در تهران قدرت رو در دست بگیرن. این واحد هوانیرو بود، خسروداد، افسر بسیار خوب، افسر بسیار رشید و می‌خواستن بکنه. خب ظاهراً یه سرهنگی که معاونش بوده گفتش که ایشون بعد از اونی که قبل از این جلسات تلفن میکنن به مصر و اعلیحضرت که قربان وضعیت این طوره و اجازه بدید ما کودتا بکنیم. گویا شهبانو جواب تلفن رو داده بودن، حتی طبق ادعای این سرهنگ بنده نمیدونم تا چه ساعت داره. بعد شهبانو می‌فرمایند که سب کن من به عرض اعلیحضرت برسونم، به عرض اعلیحضرت میرسونند و میگه اعلیحضرت جواب نهید و خط خط میشه. خسروداد میخواست کودتا بکنه جوابش نمیده، رحیمی میخواست کودتا بکنه جوابش نهید. رحیمی قدرتی زیاد در دستش نبوده، فقط فرماندار نظامی بوده ولی واحد نداشته. واحد نشاط داشته، نشاط میتونست هنوز توی گارد سلطنتی عناصر طرف وفادار خیلی زیاد بود، ممکن بود یه عده‌ای بذارن فرار بکنن برن، ولی اگر میدونستن که فرمانده افتاده جلو و میگه بریم، میامدن دنبالش. خسروداد درش این شامت بود که این کار رو بکنه. روشن نیست که در اون جلسه چه عاملی باعث شده که شخصی مثل حاتم نتیجه گیری بکنه که باید تسلیم شد، باید اعلان بی‌طرفی کرد. یعنی اعلان بی‌طرفی که اسمش شعره، بله. یعنی تسلیم، بله. تسلیم شد، بله. و برای من چیز معمایی است که چطور ممکنه که این افسرانی که بعضیشون مثل حاتم افسر دانشمند فهمیده و درست کار، البته باید اینم عرض بکنم حاتم جز گروه رادیکال ارتش بود، یعنی حاتم جز افسرانی بود که با سیستمی که در ارتش بود مخالف بود، در ارتش هم یه دستبندی هایی از سالها قبل بود. برای مثال عرض میکنم خدمتتون که در ارتش گروهی بودند که نقاط ضعف ارتش رو تشخیص داده بودند، از تملق‌های بیجا، از زدوبند‌های بیجا، از اینا رنج می‌بردن و متأسفانه اینها هم در گردونه نبودن. حاتم تا اون روزای آخر شغل حساسی هیچ وقت نداشت،
همیشه یا شغل آموزشی داشت یا شغل رکنی عملیاتی داشت، یعنی فرمانده واحد نمیذاشتنش. یه افسر دیگری بود به نام ناظم، حتما اسمش شنواری شنیدید، سرلشکر ناظم. ناظم خب یه افسر نظامیه، این یه دفعه اشتباهی کرده بود، رئیس اداره عملیات ارتش بوده، میره شرفیاب میشه، میگه قربانی ارتش، ارتش واکسی. الان صد فهمیدم، میگه نفهمیدم منظور تو از واکسی چیه. قربان هم تو کفشمونه که واکسی میزنیم برق میندازیم، این ارتش برق افتاده توش، پارست خراب فاسده. در ارتش بنده تضمین میکنم 12 تا استوار انتخاب میکنم، میرم غرب ایران خلصلاح میکنم، تمام سپاهای غرب رو خلصلاح میکنم. علازاد میگن تو مبتلا شده مرض روانی، و میاد 2 روز بعدش بازنشستش میکنه. درست؟ تیمسار جمع توصیه‌ای به علازاد کرده بودم که خب مورد قبول واقع نشد. علازت موقعی که اراده می کردن یه نفر رو از دستگاه طرد بکنن، بدون توجه به اون دلیلی که می خواستن این توجه، یه ایراد دیگر ازش می گرفتن، ازشنش کنار. خب جمع رو ظاهرن جمع با اقداماتی که در ارتش می شد موافق نبوده، با نفوذ مستشار امریکایی موافقت نداشت. حتی یه سری افسرای انگلیسی دعوت میکنه که بیان در دانشگاه ستاد و فرماندهی اونها هم همکاری بکنن، که علازت با خشونت میفرمایند که من سالها تلاش کردم اینا رو از اینجا بیرون کردم، تو رفتی اینا رو آوردی دو مرتبه، دستور میدن فورا اینا برن. و حتی اون جلس روزی که جشن ستاد بوده، علازت به طور سرسری جشن رو تمام میکنن میان به خاطر حضور اینها، که بعدا از جمع ایراد گرفتم به دلیلی که گفتم علازت برادر من است فلان، اینها جمع رد میکنن. یه افسر دیگه داریم به نام سرلشکر نگهبانی که الان در مدت ها قبل بازنشسته شد، اون رئیس ضد اطلاعات ارتش بود، خانمش هم امریکاییه. خب اون گزارشاتی که میداده باز هم همونطور تنقید میکرده از اوضاع، زیاد از این مطلب علازت خوششون نمیامده. تا اینکه یه سفری و خانم میاد اینجا و با دختر بختیار که در اینجا بودن ملاقات میکنند، و با اون رئیس رو که دوی ارتش اینجا که خب سالها اون وابسته نظامی بود در اینجا دوست بوده، میان اینها از اون جا تراوش میکنه، بازنشستش میکنن، بعد اجازه خروج از ایران بهش نمیدن، میره در خوزستان یه چیز عمرانی ایجاد کرده بود اون آقای نراقی. بله میره معاون اون میشه اونجا، اون و علویکی‌ها و اینا با هم اونجا همکاری میکردن فلانا، و بعد از سالها که اون وقت اجازه بهش میدن که البته بعد از قبل از انقلاب از ایران میتونه بیاد بیرون. منظورم از این عرض این بود که یه گروه رادیکال هم در ارتش بودن همیشه، که با اون چی که در ارتش میگذشت، با انتصابات، با سغرای فرماندهی، با اینها موافق نبودن، و متاسفانه هیچ کدومشون هم نمیتونستن به مقام های فرماندهی برسن. در نتیجه در موقع ضروری هم ارتش هم خالی بود، اینم باید عرض کرد، برای اینکه اگر ما نگیم اینجا که اگر یه عده گروه استخونداری مثل فرض فرمایید که مرحوم سپه بود ارتش بود اویسی یا نصیری، اینا مستر کار می بودن، با تمام این که من میگم نصیری
طرز تفکر سطحی بود و یه نظامی خوب بود. اینا هم یه گروهی بودن که با هم بودن، اویسی بود و نصیری بود و خسروداد بود، اینا هم یه گروه دیگری بودن. این گروه نمیذاشتن به اینجاها برسه. بنده فرمایش شما رو قبول میکنم، ارتش به یه جایی رسیده بود که برخوردش با مردم خالی از اشکال دیگه نبود، ولی اگر اون فرماندهان با یک عقل سلیم میشستن اونجا تصمیم گرفتن، میدونستن که تسلیم شدنشون با از بین رفتنشون یکی مساویه، بنابراین شما که در هر صورت از بین میرفتید سهلا یه تحرکی میکردید، یک نشای رکسیونی نشون میدادید، موفق نمیشدید، منجر میشد به همون سرنوشتی که بعدا مبتلا میشدید. اون تفکرات رادیکالی هم در اینها بود، یعنی اونها هم زیاد از اون وضعی که در ارتش بود راضی نبودن. سو بگردیم به مقدم. خب مقدم در این دو سال آخر که منجر به همین جریانات شد، طبیعتاً به عنوان رئیس سواک نقش خیلی حساسی داشته. در این نقش در این حال میبایستی با گروه های مختلف تماس داشته باشه، با گروه های مخالف هم تماس داشته باشه در مواردی. و همونطور که فهمیدید به هر صورت با جبهه ملی که مسلماً تماس های نسبتاً عمیقی هم داشت و در بسیار موارد رابط بود بین اینها. وقتی رو کل نقش این شما نگاه میکنید چجوری به نظرتون میاد؟ در این حال با توجه به اینی که به هر حال اینطوری که میگید با فردوس دچار اشکال بود، یعنی با فردوس دیگه در آخر اون نزدیکی که نداشتند هیچی، بلکه هم خصومت داشتن. با هم عرض کنم بزرگتون که عرایز بنده در این مورد بر پایه استنباط شخصیه. بنده فکر میکنم با اون اطلاعی که از ماهیت مقدم داشتم، چون مقدم از ستوان دومیش زیر دست من بود، خوب روحیهش میشناختم. آدم جاه طلب بسیار زیرکی بود. من فکر میکنم از این فرصت میخواست که مثل دستگاه های دیگه، کشورهای دیگری که رژیم ها رو ساقط کرده بودن استفاده بکنه. یعنی شاید مراحل اول اینطور نبوده، شاید مراحل اول فکر میکرده که با گروه بعدی بسازه که مقامش موقعیتش سر جای خود ثابت باشه، ولی به طور قطع و یقین این تو مغزش بوده که جبهه ملی ها کسایی نیستن که بتونن تو ارتش نفوذ داشته باشن. آخوند هم اگه موفق بشه بفرسته به قوم، در نتیجه میشه فعال مایشا از نظر قدرت کشور، با یک تکون میتونه سیر کودتای نظامی بکنه، قدرت در دست بگیره، بعد اینکه اوضاع آرام میشه، بعد اینکه سرصدا رو بخوابونه، قدرت توی دشت رکن دوی ارتش توی دستش بوده، ساواک در دستش بوده، فرماندهی نظامی و شهربانی، تمام قدرت های امنیتی دستش بوده. بنابراین با یه تکون میتونه تمام اینا رو بذاره کنار دیگه. شاید یه همچی فکری تو مغز این آدم بوده، برای اینکه مشکل قبول کرد که اینها فقط و فقط به صرف این که میخواستن خونریزی بیشتر از اون نشه، این طور خودشون رو کنار کشیده باشن و بگن که ما دخالتی نمی کنیم در کارها. این مسلم بوده که به این ذهب اینا در دخالت نکنن. و بعدم دیدیم به سرعت این آمده رئیس اداره دوم شد و رئیس چیز شده دیگه، رئیس ساواک شده. پس بنابراین این میخواسته در این قدرت ها این ساخت پاخت کرده، گفته میام اینجا اینها اوضاع رو آروم میکنیم، اوضاع که آروم شد ارتش شد و مرتب منظمش میکنیم بدون شاه. آخوندان هم وقتی رفتن کنار جبهه ملی از سروا کردنش کار آسونیه، جز این نمیشه فکر دیگری کرد. از کدام اینا فقط بر پای استنباط شخصی، دلیل و مدرکی که یعنی چیزی که بتونم به اون استناد بکنم نیستش، فقط به اون مسائلی که اتفاق افتاده میتونم از اون نتیجه گیری بکنه. به این صورت شاید فردوس برای خودش میخواسته بکنه، شاید مقدم برای خودش میخواسته بکنه،
فردوس زرنگتر بوده، زود زیر پای اینا رو جارو کرده، آخوندام از فردوس زرنگتر بودن زیر پای اونا رو جارو کردن. این خیلی نظرها به نظر اینطوری میاد که شاید یه کسی مثل بازرگان هم بیشباهت به همین مطلبی که الان میفرمایید فکر نمیکرده، یعنی او هم شاید تصور میکرده که آخوندها به صورت این نقشی رو که بعدن پیدا کردن پیدا نخواهند کرد و در نتیجه نظامی خواهید داشت بدون شاه. به طور قطع و یقین این بوده، یعنی به طور قطع و یقین این هم چیز خابر رئیس جمهوری در سرش میده و عملا هم خودش کاندید کرده بود، تو سرش بوده این مطلب 100%. یعنی این اون که هیچ شکی نداره، اون میخواسته رژیم برگرده و بیاد با انتخابات بیاد و مجلس در دست بگیر و بعدم خودش کاندید رئیس جمهوری بکنه. خب جمهوری هم که شده، حالا در اصل اسمش یا جمهوری اسلامی باشه هر چی، دلیل بر این نیست که جمهوری اسلامی رئیس جمهورش آخوند باشه، بنابراین رئیس جمهور میشه. این که اون که مسلمه بازرگان به طور قطع و یقین میخواست، ما راجع به بازرگان نمیتونیم شکی داشته باشیم، ولی در مورد بقیه این گروه هایی بودن که هر کدوم برای خودشون میخواستن بزنن، از بلا تکلیفی مملکت، از بیماری اعلیحضرت که اون موقع ناشناخته بوده، اینا همه حد اکثر سوء استفاده رو کردن. متاسفانه باید در اینجا بگم که در اون ملاقات آخر من کاملا برام روشن بود که اعلیحضرت خودشون باختن، اعلیحضرت تبدیل شدن به یک فردی که نمیتونه تصمیم بگیرن و تسلیم حوادث شدن. همطور که قبلا هم عرض کردم، من کاملا برام روشن شد که ما با آخر خط رسیدیم، با اون برداشتی که اعلیحضرت از عرایض من کردن و اون نحوی که من جواب دادن، تمام به خالی از طرز اون قدرتی که همیشه داشتن، نحو بسیار مقتدری همیشه صحبت میکردن، این کار رو برید بکنید، به این اینو بگید، اون کار رو نکنید. این دفعه همش صحبت در این بود که حتی صحبت اگه یک دو جمله بیشتر تجاوز نکرد، گفتن که خب میخوان چی کار بکنن. آیا جای سؤاله که یه رهبر کشور از یه سفیری که در یه قسمت کار رو میبینه از اون سوال بکنن که چطور میخواد بشه، چی کار میخوام بکنن؟ این نشونه این بود که ایشون قدرت تفکر رو از دست دادن، قدرت تسلط رو از دست دادن و نشانه این بود که حالت بلا تکلیفی مطلقه و نمیتونن تصمیم. وقتی من به ایشون عرض کردم مقدم، فقط با حالت تعجب گفتن مقدم، ولی هیچ چیز دیگری بعد از اون نگفتن و هیچ اقدامی بعد از اون نشد. بنابراین کشور در یه حالت بلا تکلیفی بوده، این آقایون هم خواستن استفاده بکنن، منتها یه عده کوته فکرانه عمل کردن، یه عده مثل بازرگان خیلی با مغز باز و براش مسلم بوده که اینجوری میشه و هم حساب و غلط در اومد. حالا دو نکته دیگه میخواستم از حضورتون استدعا بکنم که یه توضیح بدید. در این فعالیت هایی داشتید به خصوص در سمت سفارت و غیره در این سال آخر، به خصوص هیچ ارتباطی یا مستقیم یا غیر مستقیم پیدا کردید که به نحوی موضع کشورهای دیگر مثلا فرض بکنید که امریکا یا انگلیس یا فرانسه یا کشورهای عربی، همین کشورهای عربی که درش بودید، اینها رو نسبت به اتفاقاتی در ایران داره میفته برای شما روشن‌تر بکنه؟ عرض کنم که البته با تماس با تمام نمایندگان خارجی داشتیم، جز وظیفه کارمون بود، ولی اونهایی که مسئولن
و حرفی نمیزنن. اونهایی که غیر مسئولن و گاهی از اوقات به طور شوخی یا ضمن جملاتی یه چیزایی ضمن صحبتی جملاتی رو از دهنشون در میاد که آدم استنباط میکنه که طرز تفکرشون اینا نسبت به ما چیه. متاسفانه باید بگم امریکایی هیچ وقت از رژیم ایران به خوبی یاد نمیکردن، هیچ وقت، حتی در بهترین شرایطی که دولت ایران با امریکایی ها داشت خوبی یاد نمیکردن. انگلیس ها مرموزتر از اون هستند که یک کلمه حرفش از دهنشون در آورد. اعراب هم که کاملا روشن بود، دو دسته بودن، یه دسته مخالفین بودن که روشن علنا مخالف بودن، وقتی ناصری ها بودن، ناصری ها قدافی، عرض کنم که حتی کشورهای بسیار دوست هم نزدیک عربستان سعودی با ما روابط خوبی نداشتن، نسبت به ما به عنوان با یک حسادت و با یک کینه توزی همیشه نگاه میکردن. اعراب خوب و بدشون با ما خوب نبودن. مثلا من در اردن سالها بودم دیگه، اردن ملک حسین فوق العاده حفظ ظاهر میکرد، ولی ولی عهدش مسائل و شوخی تنقید میکرد. مثلا آقای زایدی که آمد اونجا، خب یه سری وعده و وعیدهایی داده بود به اردن فلان، نه که این وعده ها انجام نشد. خب طرز صحبت امیر حسن طوری بود که نشون میداد باطنش نسبت به ایران صاف نیست، اینا با ایران نظر خوبی ندارن، اینا ایران رو همیشه به عنوان یک به قول خودشون هم عجم میشناسن و فطرتاً اعراب با ایرانی خوب نیستن، همیشه هم در طول تاریخ نشون دادن. اون که از همه بهتر از رژیم ایران تعریف میشن روسا بود همیشه. یه سفیری روس داشت در شوروی، داشت در اردن که 10 سال در ایران بود، زبان فارسی رو مثل بنده صحبت میکرد، شعر سعدی میخوند، از بنده بیشتر حفظ بود، سالها فارسی خونده بود در مسکو، به غیر از 10 سال ماموریت در تهرانش هم سالها در افغانستان بود. این مدتی که رابطه ایران با شوروی سرد بود، این کاردار بود در تهران. وقتی که صحبت اعلی حضرت میشد میگفت اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، همیشه تعریف بکنه از ایران فلان نام. من واقعا قبول کردم که این ایران دوسته. گزارشی تهیشم که این زمان مرحوم نصیری بود که این علاقه داره فلان نا، نوشتن که شما اخفال شدید، این سازمان جوانان حزب توده در تهران تأسیس کرده و این عضو چیزه، سازمان امنیتی شورویه. شما در نظر بگید که اونا با این مهارت با ما صحبت میکنن که واقعا من اخفال شده بودم و من واقعا تصور کنم که از دوستداران ایرانه، در صورت که این مؤسس سازمان جوانان حزب توده بوده در تهران. یا ولی خب امریکایی ها کاراشون خیلی بچگانه، خیلی روشن، خیلی، یعنی آدم زود میتونه دستشون رو بخونه که چی. اینا هیچ وقت نسبت به رژیم ایران نظر مساعد و موافق نداشتن، ولی کن منافعشون در این بود که با این رژیم همکاری بکنن. یعنی ما یه شب به اتفاق تیمسار معتزد که حالا در لندن هستن، به اتفاق رفتیم یه مهمانی معاون قسمت امنیتی امریکا که در اونجا مستشار ما بود، یه سرهنگ بود به نام پرسپی، سرهنگ نیروی دریایی بود،
6 فوت و نیم هم قدش بود. شب مشروب زیاد میخورد، مشروب خورد، شروع کرد به شعر و به صحبت کردن. معتزله اشاره کرد که برداریم ببریم یه باری خود با شرح بزنیم. یه بار بریلیان بود توی جاده پهلوی بود، توی یکی از این کوچه‌های بود. رفتیم اونجا و نشستیم هی به این ودکا دادیم به صراحت. بعدش گفتش که ما هر روزی جانشینی برای شاه پیدا بکنیم رژیم تغییر میدیم. که روز بعد مطلب رو معتزد پاکوان منعکس کرد و بر رسید و دستور داد این 24 ساعتی رو بیرونش کرد از ایران. شما این نکات رو ما ممکنه شخصی بگیریم، ولی این نکات رو وقتی رو هم میذاریم این نشانه اینست که اون صحبتهای زیر گاهی از این لاها درز میکنه بیرون. به این صورت آدم میفهمه که طرز تفکرشون نسبت به ما چی بوده. یا فرض رو فرمایید که دستگیری قرنه‌ای که آشکار شد، چون توطئه کودتا رو تهیه کرده بودن، حتی کابینه رو تعیین کرده بودن، گرفتن قرنه‌ای محکوم به 5 سال حبس شد. خب اون کارا رو امریکایی‌ها می‌کردن دیگه. پس بنابراین روشن بود که امریکایی‌ها از اون چی که در ایران می‌گذره راضی نبودن. ولی بله چطور میگید این کار رو امریکایی هم کردن؟ بله؟ یعنی چطور این کار رو امریکایی کردن؟ مثلا مربوط به قرنی امریکایی کرده بودن دیگه. امریکایی قرنی رو آماده کردن که امریکایی آمد به دالاس ملاقات کرده بود در تهران که روشن شد گرفتنش که قرار بود اون چیز بشه بیان. یا امریکایی ها اون دار دسته یه چیز آوردن سر کار که قدرت شاه رو گرفتن در سال 1960. بله امینی رو آوردن. بعد اون آقایی بود که وزیر کشاورزی شد و ارسنجانی اون با اون طرز زننده صحبت میکرد نسبت به شاه. خب اینا رو امریکایی‌ها پشتیبانی میکردن. یعنی نشانه اینیست که امریکایی‌ها در چیزشون هم میگن، این کتاب های هم که حالا نوشتن میگن که ما مطمئن نبودیم که شاه بتونه تسلط خودش رو برای ایران چیز بکنه، کشور بتونه اداره بکنه. همیشه روی این شک و تردید بودن و چون منطقه براشون حساس بود، چون نمیخواستن این منطقه رو دست بدن، میگفتن که به دست به کار احمقانه میزدن که این بیشتر مزید در علت میشد کار خرابتر میکشه کرد. و این برداشت امریکایی ها به این نه برای کسانی که به اصطلاح رهبری سازمان امنیت ایران رو در دست داشتند روشن بود. یعنی اونها آگاهی به یه چنین نوع برداشتی از طرف امریکایی‌ها داشتن. بود جست گریخته همین ترتیبی که عرض کردم مثال زدم بود و به عرضم میرسید. ولی بستگی هایی که اعلی حضرت با امریکایی‌ها داشتن اونچنان وسیع بود که این گزارشات ندیده گرفته میشد. یعنی اینکه اعلی حضرت براشون روشن بود که وجودشون اونقدر حائز اهمیت و اونقدر برای امریکایی ها لازمه که دست به ترکیب نخواهند زد. و این اشتباه باعث شد که از خیلی مسائل و خیلی گزارشات چشم پوشی میکردن. امتیازهایی که به امریکایی‌ها دادن میدادن شاید برای این بود که اینا رو روشن بکنن، یعنی جذبشون بکنن. ولی متاسفانه اخلاق و رویات امریکایی شما میدونید هر چی آدم بیشتر بهش محبت بکنه بیشتر چیز میکنه، گارد میگیره. در صورتی که اگه باش بی‌اعتنایی رفتار بکنی میاد طرف آدم. این طرز روحیه و تفکر امریکایی‌هاست. تا آدم باشون یه خورده بیشتر تماس میگیره و چون میگن حتما میخواد از ما یه بهره برداری یه چیزی بکنه، خودشون کنار میکشن. وقتی خودشون استنباط بکنن که آدم براشون مفیدی کاری با آدم دارن میان دنبال آدم. این سیستم طرز تفکر امریکایی هست. و این رو اعلیحضرت فقط همیشه نحو دیگر عمل میکنن، یعنی میدان بیشتر میدادن به امریکایی ها.
و این میدان بیشتر دادم باعث میشد که اینا هی تنقید بیشتر بکنن، هی نقاط ضعف کشور ما رو بکشن وسط، در صورت که باید گفت کدوم کشوری که در ایران نقاط ضعف نداشته، کدوم رهبری بوده که نقاط ضعف نداشته، همه داشتن، خیلی به مراتب بیشتر از ما. یا مثلا مسئله حقوق بشر رو کشتوان وسط، آیا ایران واقعا تنها کشوری بود که حقوق بشر درش رعایت نمی‌شد؟ یا به حد افراط بود در ایران؟ تو عربستان سعودی که این همه تو زندان ها سر میبرن، دست میبرن، چطور راجب اونجا هیچ صحبت نمی کنن؟ کشورهای پشت پرده. پس بنابراین یه مسائلیست که خواسته های اونا داشتن که فکر میکنن خواسته ها از طریق رژیم شاه عملی نمیشه، یا شک میکردن، و چون شک میکردن دست به یه سری عملیات میزدن، گروه های دیگری میخواستن. مثال یه چیز دیگه اند عرض میکنم خدمتون، آقای دریپر هستش که رفت پیمان ما بین فالانج ها و اسرائیل رو بست در لبنان. این موقعی که من در اردن بودم نماینده نماینده CIA در اردن بود، دبیر اول بود. این آقای آدم به نظر من ساده لوحیه، یه روز با پلوور بلند میشه میره توی منطقه فلسطینی ها، میگه من بخوام برم یاسر عرفات رو ببینم. گویا ظاهرا تلفن هایی شده بوده که با عرفات تماس هایی بگیرن، منتها این بدونی که فکر بکنی خب آقا فلسطینی ها گروه های مختلف هن. این اول بفهمی که عرفات کجاست، جاش کجاست. این هم تو را افتاده میدونسته فلسطینی ها توی جبل عبده هستن. یه جبل عبده اولین فلسطینی میسته، میگه که منو بر پلو رهبرت. میگه کی رهبرم؟ یاسر عرفات. میگه تو کی هستی؟ میگه من دبیر اول سفارت امریکا هستم، باش صحبت کرده بودم. میگه بیا با هم بریم. میگه تو تبدیل جورج حبش میده، گروگان میگیرنش، اولتیماتوم میدن به ملک حسین که ما در عرض 24 ساعت 32 نفر چیزی که پلو ما هست، اگر 32 نفر فلسطینی که پلو شما از جورج حبش، گروه جورج حبش پلو شما هست آزاد نکنید، این میکشیم میاریم جلو هتل اردن. ملک حسین با عجله این 32 نفر رو آزاد میکنن، آقا رو دست پا شکسته میارن، میندازنش جلوی چیز. درست؟ این آقا قبل از اینکه این جریانات اتفاق بیفته شب من رو منزلش دعوت کرد و این گفته بود که من با بعضی از این، من گفته که با بعضی از این سازمان های ایرانی که مخالفن تماس داشتم. خب این وظیفه هر مأمور امنیتی است که سازمان های مخالف هر کشوری تماس میگه، این چیز مهمی نیست. اینجا که آمدم رفتم به ملاقات این در وزارت خارجه، حالا سفیر در وزارت خارجه، رفتم و صحبت کردم. من کشیدم بعد از این جریانات، گفتم تو یه روز من گفتی که با این سازمان هم خواهد. گفت بله، من با بنی صدر میرفتم در بیروت ملاقات میکردم. گفتم آخه شما اون موقع با بنی صدر چی کار داشتید؟ گو اصلا ما میخواستیم اینیم گروه های مخالف کدومشون به درد ما میخوره. اگه شرایط نامساعدی در ایران پیش بیاد این گروه ها تا چه حد به درد خورن. بعدن توی اخبارم آمد که، یعنی خود امریکایی ها افشا کردن که یکی از مامورین CIA رفته بوده در تهران با بنی صدر موقعی که رئیس جمهور بوده ملاقات کرده، بعد اون تکذیب کرد، گفتش که به عنوان یه نماینده چه شرکتی اومد و خاطرتون هست هم چیزی. باز من پس اینا از همون تاریخ هم با این گروه ها دنبال همه بودن که ببینن که آیا میتونن به قول خودشون یه آلترنیتیو گیر بیارن برای رژیم یا خیر. حالا همین دنبال بکنیم. شما در مطالب قبلی که گفتید راجب چمران وقتی که در لبنان بود، چند بار اگر اشتباه نکنم ضمن صحبتاتون اشاره کردید که چمران با به عنوان یک کسی که حداقل با امریکایی ارتباط داشت در اونجا بود، یک نوع رابطی بود با سید موسی صدر. بله. این رو چطوری عرض کنم به حضورتون که مسئله چمران یکی از مسائل
خیلی قابل توجهه که قبلا هم بهش اشاره کردم، کامران دکتر فیزیک اتمی بود، شغل بسیار مناسبی در کالیفرنیا داشته و در قسمت ریسرچ نیوی کار میکرده. اون یه وقتا اینجا استعفا میده و بلند میشه میره به قاهره، میره در کمپ فتح، سازمان فتح، تعلیمات چریکی میبینه.